چرا تاریخ معاصر با خون جوانان رنگین می شود؟ چرا گروه های مهاجم پیوسته رشد می کنند؟ چرا این فرزندان خلق در کار رهایی خلق هستند؟ اینها اگر بخواهند به قول خودتان می توانند از همه چیز برخوردار شوند، ولی چرا اینطور بیباکان روانی زندان می گردند؟ یا در مقابل جوخه آتش قرار می گیرند؟ علم الاجتماع انقلابی به همه این سوالها جواب می دهند، زیرا این علم الاجتماع در صدد یافتن علت و معلول است. بیدادگاه نظامی در واقع در محل دادستانی ارتش بود که در خیابان شمران بودش. رئیس بیدادگاه نظامی در واقع با لباس نظامی بود، سرتیپ بود. قضاتی که در دادگاه بودن اونا هم همه لباس افسری به تن داشتن. حسینی جلاد و شکنجهگر زندان اوین که معروف بود به گوریل اوین، این هم در دادگاه حضور داشت. همه مجاهدین رو که به دادگاه می آوردن اینها رو تحت حفاظت شدید به بیدادگاه می آوردن. مجموعه مجاهدین در دو ردیف اول نشسته بودند و تعداد حدود 20 الی 30 نفر هم که اینها به اسم شاهد، ولی اساسا اینها نفرات ساواکی بودند، اینها در اون بیدادگاه بودند و تعداد خانواده ها را مجبور شده بودند که در دادگاه شرکت بدن. در قرآن آیه آمده است که میگوید چرا در راه خدا و زنان و مردان و کودکان درمانده که منتهای آرزویشان رهایی از قید ستمکاران است به پیکار بر نمیخیزید. تاریخ نشان میدهد که از کاوه آهنگر تا کارگران چیتسازی ری بر اثر ازدیاد هوشیاری سیاسی راه خود را بهتر شناخته و به سوی انقلاب پیش میرند.